با سلام و درود و احترام خدمت هموطنانم، خدمت دوستان و عزیزان، خدمت تمام ایرانیان. دوستان، در کتاب‌های فارسی قبل از انقلاب داستانی بود به نام داستان ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش خیلی سخت باورش واسه ماها که یه نفری باشه که دوتا ماروز شونه هاش باشه و صبح به صبح مغز یک یا دوتا جوان بکشن، مغز رو بیرم بده این مارها بخورن تا این ضحاک اذیت نشه. خب کتاب نوشته، تاریخ گفته، قطعا درست هم بوده یه جورایی، اما حالا میبینیم نه، درست بوده، خوبم درست بوده، چون ما الان نمونه عینیشو در کشورمون داریم، اما یه خورده دیر متوجه شدیم که این ضحاک ماردوش چه خمینیش، چه خامنه‌ایش و چه عمال دیگرشون، امثال رفسنجانی، امثال میرحسین، امثال این روحانی، امثال راریجانی ها، امثال یزدی ها، امثال تمام رئیس قوه قضاییه تالا بودن، شاهروده و امثال هم، فرماندهان سپاه، اینا همه ضحاکن، لولشون کم و زیاد داره، ولی همه اینها از اون خلخالی جنایتکار ملعون گرفته، از اون خمینی جنایتکار که تا الان خامنیش هست ما میبینیم و دوربره خامنی، تا این آقایی که خودشو سردار فلان معرفی و سلیمانی و ایکس فرق نمی کنه، همه ضحاکن. در تاریخ ما یه ضحاک داشتیم، اما در ایران الان در طول این 37-8 سال بالغ بر 1200 ضحاک داشتیم و داریم الان هم. در اون زمان روزی دو تا، روزی یک نفر، دو نفر میکشتن، مخصوصی مارا میدادن، اما در کشور ما سر به فلک میزنه. فقط کشتن فیزیکی نیست که، چقدر مغزها رو از بین بردن تو کشور، چقدر مغزها رو فراری دادند، چقدر مغزها رو نابود کردند، یک مش بی مغز هم دور خودشون موندن، مغزهای ایرانی رو فراری دادن، در تمام دنیا پخش هم خوشبختانه رفتن از ایران. اما میخوام اینو بهتون بگم که این ضحاک این یک سمبل، یک نمونه است، ما میبینیم الان تک تک اینا این کاری کردن، الانش هم میکنن. هر کسی تو ایران اظهار وجود بکنه، حرفی بزنه، باید این نابود بشه، یا میکشنش، زندانش میکنن، تو زندان مغزو پوک میکنن، یا فراریش میدن، فرار کنه از ایران بره. ضحاکای زمانه است. بدا به حال ما که هم تحمل کنیم اینها رو، یک مش بی مغز رو خود جمع کردند، جنگ رو که فکر میکنیم غیر از بین بردن مغز چیز دیگه نبوده، هر کدوم بر فرمانده خوب عمل کردن کلاشو کندن. حالا من چمران کار ندارم، اصلا من جنگ رو بالکل قبول ندارم، اما بود چمران ها، باکری ها، خیلی های دیگه، خیلی خیلی دوستان، خیلی زیاد، هر کس تو خودشون دیدن که یک دوتا از خوش میشه حالی شکل کلشی کردن، مخصو از بین بردن، یا با گلوله، یا تو زندان، یا زیر شکنجه، یا هم کاری کردن فرار کنند. تعارف که نداره که، مغزه مملکت ماست، تحمل نمیتونن بکنند. خیلی از بچه های سپاه فهمیدند، کشیدن کنار، اما الان داره یه اتفاق دیگه میفته. این ضحاک ماردوش بزرگ، خامنه‌ایه، خونخوار، جنایتکار، آخر عمریش، دوستان در تمام روایات، حکایات داریم، در تمام ادیان داریم، در تمام مرام مسلک ها داریم که افراد بالای 65 سال نباید حکومت کنند، به چندین و چند علت، که اینها وقتی حکومت میکنند، اکثر کسایی که 60 سال حکومت کردن آخر عمرشون دست به جنایت آنچنانی زدن که اصلا وحشتناکه. تعارف که نداره که، کشور ماست، مملکت ماست، شما نوکرای ما باید باشید. وقت مغزهای ما رو از بین میبرید، جوانهای ما رو از بین میبرید، تو سرشون میزنید، دلال و واسطه باشون میارید، اعتماد به نفسشون رو میگیرید،
تحقیرشون میکنید؟ تحقیر شده ها؟ روز آخرتون مردم خوب خوشیار شدن، خبرها میرسه از تو خود بچه اطلاعات که محمدی وحشتناک مردم بی نسی رسیدن که حکومت رفتنیه. تو بچه اطلاعات خیلی از این علیه شما هستن، چون درسته که برای اطلاعات کار میکنن، اونو برای برون مرز کار میکنن، اما خوشحالن از رفتن شماها، از شماها بی مغزا. ای عبدالله نوری شد وزیر کشور دوست از اصلاح طلبات هم هست. بعد یک روزی که از مشاور زنگ زد گفت محمدی من شما مشاور آقای عبدالله نوری شام میای اینجا. گفتم این چیکار کنم؟ گفت سری سوال ازت میخوام، گفت کاری میخوام بکنیم. گفتم عبدالله نوری خودش به چمی 6 کلاس سواد نداره، تو هم که 3 کلاس سواد بیشتر نداری، چرا نمیری مشاورات از خودش بگیره؟ مشاور یعنی کسی که از اون کسی که مشاوره باید بالاتر باشه که بتونه بگه ببینم مشاوره به خط بهش بده. گفتم طوری که من میشناسمت، خر پیش تو پروفسور من که تو رو میشناسمت، تو مشاور عبدالله نوری شدی؟ گفت 6-7 سال بچه رو بردیم. گفتم فرقی نمیکنه. گفتم بدا بارو بزرد کشور که از همون سالم بدعت شد، تمام استاندارا فرمان تا بختارا رو عوض کردن، مملکت نابود میشه، عوض میشه همه با هم دیگه. این است که آقایونی که الان درست کار هستن فقط بله قربانگو میخواند، نه یه مغز جورش میخواد وایسته. یکی تو اینا بود یه خورده، اونم به خاطری که عذاب و وجدان داشت که تو انقلاب چه کارا که نکرد آقای ناطق نوری، توشون وایستاد چکارش کردن؟ حق نداری وایستی، مغز داری برو کنار. ما انبر و بله قربانگو میخواییم، ولی دیگه مردم ایران هوشیار شدن. آقای خامنه‌ای دیگه آخره کارته. حالا دوستان ایشون رفته متمرکز شده در مشهد، حج را میخواد منحل نکنه، ولی امیدوارم که سازمان حج زیارت عربستان این کارو بکنه و میخواد آخر عمری یه بلوایی را بندازه. اون قضیه سید خراسانی، آمدن امام زمان روز جمعه در مکه علم بکنه و بعد اینا سید خراسانی آقای رئیس رو از مشهد حرکت بدن و حدود 20 تا 25 هزار نیروی از هشت شهری رو بخوان ظرف 3-4 دو سه روز بکشن به مشهد و این لشکر حرکت بکنه، چون نه سپاه هم راهی میکنه، نه بسیج این کارا رو خواهد کرد، نه ارتش این کارا رو خواهد کرد و نیروی انتظامی، و بعد بیاد و هر کس سرش رو بکشن بدون استثنا. و امام زمان میخواد ظهور بکنه و گفته بکشید عدالت در دنیا برقرار بکنید. توف تو شرفت آقای خامنه ای، توف تو شرفت سلیمانی که رو همراهیش میکنی. آخه روانی میدونی چی کار میکنی؟ میدونی چه ننگی در تاریخ قبطه جیگر شما رو در میره؟ امیدوارم اونجا نرسه، امیدوارم مردم مشهد هوشیارتر از یرفا باشن، بچه های سپاه، بچه های ارتش، بچه هر جایی که هستن فرق نمیکنه، هوشیارتر از یه اول از همه شما رو قلقاب خواهم کرد که شما نمونید که شهادت علیه اینها بدید. اول هم سرانه میکشند، همه تونو میکشند، تمام مسئولی مملکت رو میگیرن و یک شبه اعدام شو خواهم کرد که اثر آساشو نمونه. اما نمیتونه صورت مسئله پاک کنه آقای خامنه‌ای، تحت هیچ شرطی میتونه، تحت هیچ شرطی میتونه. بازی رو بدجوری باختی، سوریه که باختی، تو یمن هم که باختی، حالا امیدواری که اتفاق بیفته، یک مریضی تو مردم بیاد، یه زلزله بشه، کاری بشه که بتونی یک چند سباهی به چه قیمتی، البته تو شرف نداری، چه نتو مغزم نداری، تو مغزم نداری. آدمای دوربرت هم همینه، چند نفر موندن؟ باور کن خامنه‌ای دوربریات 4-5 نفر هم 10-20 نفر دیگه کسی نیست، همراهیت نمیکنه کسی، چون فهمیدن تو مجنونی، فهمیدن تو دیوانه هستی، فهمیدن دیگه مغزت کار نمیکنه و میخوای حالا با یک حرکت اشتباه قبلی رو پاک کنی. این اشتباه از همه اشتباهات بزرگتره. بعد در هشت شهر بیاد ایران، نه برای جنگ میاد، نه برای امام زمان میاد، متاسف هم بگم که واسه ناموس توی بی ناموس میاد، واسه ناموس توی بی شرف دوربریات میاد، ولی مردم قلقم اینها رو بکنند که نشه تیکاش سرهم کرد و جنازه همه شون هم میسوزونند. مردم دیگه اون نیستن، عصبانیتر مردم دنیا هستن، مخصوصا این حرکت تو ببینند، این رفتار از تو ببینند، همونجا توی همون باغ ملک آباد مشهد تیکه تیکت میکنند.
عقلت کجا رفته؟ شعورت کجا رفته؟ خاک بر سر اون دور بریات بکنن، اون بیشوهی دور بریات میشنستن برای قربان قربان کو امام زمان، کو دین، کو خدا، کو پیغمبر. حق مردم ایران میدی به اونها؟ آقا جون مشکل خودتی، مشکل دور بریاتن. بارها بهتون گفتم ولی نمیتونید برید، این صدام باید بمونید، این قذافی بمونید، تو اون لولای فاضلاب شما رو تیکه تیکتون بکنند که میکنند نزدیک نزدیکه، چون مردم همه جور شما رو دیدند. حالا امام زمان رو خواست ما ظاهر بکنی و تو قوطی مارگیری میکنه در بیاری. تاسفم برات، خوشحالم که با این ننگ داری میمیری، با این ننگ داری از بین میری و ریشه شما برای سالیان و سال از کشور زده میشه، ریشه اون لباس نجاست شما از این مملکت زده میشه، ریشه خرافات زده میشه. توف تو شرف نداشتند. مردم ایران آگاه باشید، اینها میخوان همچه سناریو ایجاد بکنن. متاسفانه تئوریست ولی دارن عملیش میکنن. حالا بسیاری این هفت شوز آینده داره که آیا چه اتفاقاتی در عربستان خواهد افتاد. وسایل مردم از فرد تحویل میخوان بگیرند، قطعا سلاح اینا توش نمیذارن، اما مواد شیمیایی چیزایی توش میذارن که اونجا بتونن کاری انجام بدن. تلاش دارن میکنن که برای 30-40 هزار نفر دیگه ویزا بگیرن که سپاه عربستان سفت وایسه توش، پاش وایساده و احتمال داره مثلا 400-500 نفر از کسایی که میخوان برن نذارن برن و پاسپورت بنام خودشون عوض کنن. بعضی کار دارن میکنن، همه کار دارن میکنن و امیدوارم که تمام فتنه ها و شراب خودشون برگرده که برهم میگرده. فعلا صحبت دیگه ندارم، در کلیپ بعدی برنامه آینده کشور اعلام میکنم و اهدافی که باید اجرا بشه و خواهد شد در خدمت شما هستم. تا کلیپ بعدی ایام بکنم، روزگارتون خوش.